معاون سروزیر قرقیزستان فروش منزل‌های نزد سرحدی از طرف قرقیزستانیان به ساکنان تاجیکستان را خیانت خواند. 16 ژانویه در شهر بودکن مجلس هماهنگسازی اوید با مسئله های سرحدی زیر ریاست معاون سروزیر دولتی قرقیزستان ژنیش رزاقوف به انجام رسید و در این چهارابینی نماینده های مطبوعات را راه ندادند. با گفته خبرگزاری قرقیزی 24 در همین نشست معلوم شد که بعضی از شهروندان قرقیزستان با فروش مالکیت غیرمنقول یعنی خانه و زمین های نزدی حولیگیشان را به ساکنان تاجیکستان میفروشند. ژنیش رزاقوف با مسئولین محلی دستور داد که جرایان برگردانی مالکیت خصوصی را طبق قانون آغاز کنند. ما برای هر یک متر در سرحد مبارزه میبریم. بحث میکنیم با تمام آواز. ولی بعضی از مردم قرقیزستان خانه ها و قطعه های زمین خود را می فروشند. چطور این ممکن است؟ این سرزمین ماست. زمین ما فروخته می شود. ساکنان محلی باید به آنهایی که این کار را می کنند بگویند که فروختن خانه ها و زمین ها در منطقه های نزد سرحدی خیانت است. بله این خیانت به دولت است. در همین حال روز 15 ژانویه در بیشکک ساکنان ولایت بودکن گردی همایی کرده استعفای رزاقوف را طلب کرده بودند که به قول آنها حل مشکلات سرحدی را با کندی پیش میبرد. دو کشور 976 کیلومتر مرز دارند که تا کنون 504 کیلومتر آن معین و علامت گذاری شده است. بحث و گفتگو سر منطقه های باقی مانده سالهاست ادامه دارد ولی به نتیجه. از این سبب در منطقه های بحث‌طلب و نامعین ساکنان برای آب و چراگاه، راه و بازار، جنگ و دعوا و بارها خونریزی کردند. تقریبا هر ماه خبرها درباره مناقشه های خرد و بزرگ میان ساکنان دو طرف مرز رسانه می شود. این مناقشه ها در گذشته حتی چندین کشته نیز بر جای گذاشته است.